همه اختلالات خوردن یکی از دلایل اصلیشون همین اعتماد به نفس خیلی پایین و اینکه خودتو دوست نداری و دنبال تایید بقیه هستی. میدونم خیلی شد بگم وای باز مدیتیشن، ولی خب چی شد واقعا، چه اتفاقی افتاد تبدیل شدم به این ملنایی که من نمیگم عالی هستم، به هیچ عنوانش وقت نمیگم عالی هستم، ولی چطورین؟ امیدوارم کالتون خوب باشه. اگه برای اولین باری که وارد کانالم میشید، من ملینا، مربی فیتنس و بدنسازی و تغذیه و حدود یک سال و نیمه که به تورنتو مهاجرت کردم و اینجا توی کانالم و توی پیج اینستام در مورد سلامتی، فیتنس، تغذیه، سبک زندگی، توسعه فردی و کلی چیزای قشنگ و خوب و مثبت پست میذارم و تولید محتوا میکنم و زندگیمو به اشتراک میذارم و چیزی که بلدم و بهتون میگم و از شما هم کلی چیز زیاد میگیرم. امروز قراره راجبه یه موضوعی که خیلی وقته درخواست شده داشتی که راجبش صحبت کنم و اونم موضوعی نیست جز اعتماد به نفس. فکر کنم از وقتی که چنلمو زدم درخواست این موضوع بودش و خیلی جالبه از اینجا شروع کنیم که من اون تایم خودم اصلا فکر کنم مثلا اینقدرم نمیشد گفت که اعتماد به نفس دارم، ولی نمیدونم چه حسی بهتون میدادم و چه اتفاقی افتاده بود که فکر میکردید من این فرد مناسب هستم برای اینکه راجع به موضوع صحبت کنم و من تا مدت ها این کار نکردم. مثلا خیلی هم موضوع دیگه که درخواستشو دارید و من بعد ماه ها میام بالاخره ویدیوشو درست میکنم، من واقعا آماده نبودم راجع به این قضیه صحبت کنم. یعنی حس نمی کردم که واقعا به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشم یا به اندازه کافی خودم رو دوست داشته باشم که حالا بخوام یه چیزی هم با بقیه به اشتراک بذارم. ولی خب نه، واخر احساس کردم که واقعا آمادگیشو دارم و هم از نه اینکه حالا هیچ کس عالی نیستش، ولی خب مثلا به نسبت اون چیزی که فکر میکردم تونستم خیلی رو خودم خوب کار کنم و دیدم که رو بقیه هم خیلی خوب تأثیر گذاشتم و بر بقیه واقعا این حرفام، تجربه هام، کمک هایی کردم مؤثر بوده و تأثیر مثبت گذاشته تو زندگی خیلی ها و گفتم خب چرا راجبش صحبت نکنم. حالا یه بکگراندی راجب خودم بدم که اصلا چی شد که بقیه اومدن این پیام به من دادن که درخواست این ویدیو رو خواستن بکنن. از زمانی که من شروع کردم که بیشتر راجع به خودم چیز میز به اشتراک بذارم و مثلا تو اینستا، یوتیوب، مخصوصا حالا با لباسی که حالا هر لباسی که میپوشم یا هر قیافه که دارم، هر چهره که دارم، همون جوری که هستم میام و باهاتون چیز میذارم به اشتراک میذارم. یعنی واقعا آمادگی خاصی، کار خاصی نمی کنم مثلا بخوام خودم رو تغییر بدم که بخوام قابل قبول باشم، بخوام حالا بقیه جمع مثلا تاییدم بکنن، همونجوری که هستم میام و اینجوری هم که خب هر کسی که واقعا من براش مهم باشم من همونجوری میپذیره دیگه، بقیهش برام مهم نیستش. و این از کجا اومد؟ اینجا بهتون بگم که خیلی ها شاید دوست داشته باشن که ویدیوهای من رو به صورت پادکست گوش بدن، یعنی بذارن تو گوششون و گوش بدن. میتونید این کار بکنید چون این سری ویدیوهایی که داریم و میایم اینجا خیلی چیل با هم دیگه صحبت میکنیم، شما میتونید حالت پادکست همجوری بهش گوش کنید یا یعنی اینکه میتونید ویدیوش هم ببینید هرجوری که دوست دارید. و اگه تا اینجا ویدیو اومدید لطفاً اگه دوست داشتید کانالمو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید و برام کامنت بذارید و اون زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم متوجه بشید. این کارتون خیلی خیلی به چنلم کمک میکنه و کلی بهم انگیزه میده که بیشتر فعالیت کنم. بریم سراغ اصل مطلب. خب خیلی ها میگن که کسی که اعتماد به نفس دارن مثلا از بچگی اینجوری بودن و مثلا این تو خونشونه، این تو ژنشونه فلان، مثلا دیگه وقتی سنت بیشتر بشه سخته نمیشه این کارو کرد. تا حدی قبول دارم، اصلا کلا بحث ژنتیک، بحث خانواده میدونم خیلی تاثیرگذاره، خیلی. من از وقتی که یادمه مثلا وقتی خیلی بچه تر بودم اصلا واقعا برام مهم نبود که بقیه چی فکر میکنم، مثلا همیشه جزء اون دسته بچه‌هایی بودم که میرفتن تو جمع صحبت میکردن، خجالت نمیکشیدن، یه گوشه مثلا نمیشستن و همیشه شر و شلوغ و شیطون بودم. ولی خب چی شد؟ واقعا چه اتفاقی افتاد؟ یعنی به کجا رسیدم؟ سال کنکور، دوره کرونا و بعدش هم من دچار افسردگی و اختلالات خوردن و کمخوری عصبی و پرخوری عصبی و کلی مشکلات مختلف شدم و کل این مشکلات و کل این سختی‌ها و گرفتاری‌ها
کاملا اعتماد به نفس من از من گرفتن، مخصوصا اختلال خوردنم، کمخوری عصبی که گرفته بودم و همیشه احساس میکردم چاقم، همیشه احساس میکردم باید هی کمتر بخورم و خودم شکنجه بدم که لاغرتر بشم، اگه لاغرتر بشم بقیه منو بیشتر دوست دارن، از طرف بقیه راحت‌تر تایید میشن و همش دنبال تایید بقیه بودم. و جالب اینجاست که اصلا تحقیقات نشون داره که اصل میشه گفت همه اختلالات خوردن یکی از دلایل اصلیشون همین اعتماد به نفس خیلی پایین و اینکه خودتو دوست نداری و دنبال تایید بقیه هستی. یه دسته از افراد دلیل اصلیشون اینه که میخوان مثلا دوست پسرشون، شوهرشون یا دوست دخترشون یا مادرشون، پدرشون، خانواده‌شون یکی یا یه تعدادی از افراد تاییدشون کنن و حتما نیاز به تایید اونا دارن که دست به همچین کارهایی میزنن و خودشون انقدر شکنجه میدن با کم خوردن یا از اون ور میافتن، حالا پرخوری عصبی میکنن یا هر چی. و یه دسته از افراد هم هستن که حالا شاید تایید بقیه خیلی براشون مهم نباشه ولی کلا اعتماد به نفس پایین خودشون و اینکه خودشون دوست ندارن. آره، خلاصه که اون دوره از زمان باعث شدش که اصلا اون حالا اون محیطی که من توش بزرگ شدم و خیلی اعتماد به نفس داشتم کلا از بین بره و من تبدیل کنه به آدم منزوی که اصلا نمیخواد دور و بر کسی باشه، چون همش احساس میکنه که همه ازش بدش میان، همه این هیچ کی منو دوست نداره، من خیلی بدم، من فلان. و خلاصه که اون شکلی شد. و حالا چی شد که من از اون ملینایی که اینقدر خودش متنفر بود، یعنی هیچ جوره خودش و کاراش و هیچیش رو قبول نداشت، چی جوره تبدیل شدم به این ملینایی که من نمیگم عالی هستم، به هیچ عمایش وقت نمیگم عالی هستم، ولی میتونم بگم که عاشق خودمم، عاشقانه خودم و زندگیم و کارایی که میکنم و ذهنیتی که دارم و جسمم و روحم و ذهنم و همه رو دوست دارم. واقعا همه رو با تمام وجودم دوست دارم و هنوزم تو این مسیرم و دارم سعی میکنم که هر روز بهتر و بهتر کنم، هر روز رابطه‌ام با خودم بهتر کنم، هر روز به خودم نزدیکتر بشم. چون ما اینقدر میدویم و دنبال اینیم که به بقیه، به کسی که باشون تو رابطه هستیم نزدیکتر بشیم و خودمون رو دمون میره و نمیدونیم که مهمترین رابطه‌ای که تو زندگی داری رابطه خودت با خودته و اگه رابطه خودت با خودتو بهتر کنی رابطت با همه بهتر میشه. و ای کاش که همین رو زودتر بفهمم، ولی اشکال نداره، یعنی هر کسی تو زمان بهترین زمان درستش وارد این مسیر میشه و وقتی که یه بشکن کوچیک، یه جرقه کوچیک تو مسیرت میخوره و تو این اصلا تو این راه میافتی دیگه همینجوری میری جلو. یعنی واقعا کم پیش میاد که بخوای برگردی، چون وقتی اون طعم شیرینی اعتماد به نفس و طعم شیرینی نزدیکی به خودتو احساس میکنی یه جوری نمیخوای دستش بدی. من اکثر کسی که دارم میبینم توی این مسیر افتادن همین جوری، فقط مهم نیست که قدماشون چقدر بزرگه، مهم اینه که تو این راه دارن پیش میرن. حالا یکی میدوه، بعضی جا را میره، یه سری ها حالا یه ذره تلو میخورن، ولی در نهایت دارن همین جوری پیش میرن و جلو میرن. چیکار کردم؟ چه جوری بود؟ قطعاً یه اتفاق کوچیک نبود بگم او این اتفاق افتاد، من این کارو کردم، دیگه اعتماد به نفسم بالا بردم و دیگه خودم رو دوست داشتم. اول اینکه اصلا اعتماد به نفس، عشق به خود، عزت نفس، هر کدوم از اینا فرق میکنن، ولی خب خیلی به هم نزدیکن، خیلی به هم کانکتن. یعنی واقعا پیش نمیاد کسی که مثلا خودش متنفر باشه ولی اعتماد به نفس داشته باشه، یه کسی که واقعا اعتماد به نفسش مثلا صفر باشه ولی عزت نفس داشته باشه. اینا خیلی به هم کانکتن. ولی خب میتونم بگم که وقتی تو رو همون ارتباط با خودت، رابطه که با خودت داری و عشق به خودت کار میکنی، همه اینا دونه دونه درست میشه، مثل دومینو میمونه، اولیشو که میزنی دیگه تا آخرش همه چیز درست میشه. و اصلا چی شد که من تو این راه افتادم؟ بله، الان بچه‌ای که تو کانالم هستن و منو میشناسن میدونن الان میخوام چی بگم. مدیتیشن و ذهن آگاهی اصلا چی هست؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ میدونم الان خیلی شد بگم وای باز مدیتیشن، یعنی چند وقتی هست که اسم میکنم مدیتیشن، یه مود شده انگار، مثلا هر کسی میخواد کلاس بذاره از این لغت استفاده میکنه و اوکی تا یه حدی خوبه که یعنی خیلی ها دارن باش آشنا میشن، ولی خیلی ها به اشتباه دارن میشناسن، فکر میکنن که برای دسته خاصی از افراد هستش که خیلی اسپریچوالن، میرن نوک قله، میرن تو طبیعت میشینن، نفس میکشن، هیچ کار دیگه نمیکنن، آدمای خسته کننده و خیلی آروم و اینا همه تصورات غلطه. مراقبه یعنی تمرکز، یعنی بدون اینکه بذاری همینجوری افکارت پشت سرم همینجوری هی ذهنت بخواد داد بزنه، تو کنترل افکارت دست خودته، نمیذاری که زندگی تو اون کنترل کنه، خودت حواست بهش هستش که تو چه حدی اجازه بدی اصلا این فکر رو، این مغز رو ازش به عنوان وسیله استفاده کنی، نه اینکه
بردش بشی و به خودت بیای ببینی ساعت هاست داری مثلا راجب فلانی که پشت سرت حرف زدی یا مثلا فلانی که مثلا با مشکل داری داری فکر میکنی. همه اینا دوباره برمیگرده به همون اینکه تو به اندازه کافی خودتو دوست نداری یا به خودت نزدیک نیستی. چیکار کردم؟ با مدیتیشن آشنا شدم. شروع کردم صبح به صبح 5 دقیقه مراقبه انجام دادم. نشستم اینجوری افکارمو مشاهده کردم و نفس کشتم. حالا قراره یه ویدیو درست کنم که اصلا کامل صفر تا صد مراقبه و مدیتیشن. تو اگه نمیدونید من مربی مدیتیشن و تمرین تنفسم هستم و خب خیلی میتونم تو این راه کمکتون کنم و چقدر زندگی من عوض کردش. و خب ذهن آگاهی. ذهن آگاهی چیه؟ ذهن آگاهی یعنی مایندفولنس، یعنی تو همین لحظه هستی. من تو همین لحظه که هستم فلانی که داره پشت سرم چی میگه یا مثلا فلانی که فکر میکنه من چاقم یا مثلا من فلان، هیچ کدوم از اینا معنی نداره. تو همون لحظه همون اتفاقی که داره میفته رو با تمام وجود میخوای حس کنی و تجربه کنی. شاید خیلی الان اینا مثلا منتظر یه راه عجیب و غریب و جادوی توسعه فردی از من بودن تو این ویدیو، ولی یا بحث به مدیتیشن کشید. چرا؟ چون همه اینا برمیگرده به آگاهی تو، به درصد آگاهی تو. اگه بنز کافی آگاه باشی نمیای بری جلو آینه 400 خودتو نگاه کنی، آه من مثلا شکمم اینجوریه، مثلا چون که شکم دارم خودمو دوست ندارم. آگاه میشی به این قضیه که اولین که چرا شکم من اینجوریه. اگه فقط به خاطر ژنتیکه، خب من چیکارا میتونم بکنم؟ من برای سبک زندگی دارم، حالا نه فقط به خاطر شکمه بلکه برای سلامتیم، چه ورزشی میتونم انجام بدم، چه تغذیه میتونم داشته باشم، چقدر میتونم آب بخورم، چقدر میتونم رو استرسم کار کنم. اینا هر برمیگره به آگاهی. یا مثلا اعتماد به نفس نداری، من تو این کار بدم، من تو این کار فلان، آگاه میشی به این قضیه. یعنی چی که من تو این کار بدم؟ و میری تمرینش میکنی. نه من محدودیت دارم، نه فلان. یه راهی پیدا میشه، یه راهی پیدا میشه. این تو واقعا کامنت بذار برای من چیزی که براش راه پیدا نشه. میدونم شاید خیلی کلیشه ای باشه، ولی یه راهی هست بالاخره براش. نه من شرایط هم این شکلی اون شکلیه. یه سری چیزا که تو یه حدی باید بپذیری، باید بپذیری، ولی اون چیزا که میدونی میتونی تغییرش بدی، میتونی به تغییرش بدی. اینا باز برمیگره به چی؟ برمیگره به همون آگاهیه که تو به اندازه کافی آگاه نیستی. یعنی یه سری اتفاقات دارن به صورت سایکل، به صورت چرخه‌ای همجوری میفتن، تو زندگی تکرار میشن و تو بهشون آگاه نیستی و میذاری اینا یواش 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 اون خودتو از خودت دور کنه، اون عشق به خودتو کم کنه، اعتماد به نفس تو کم کنه، عزت نفس تو نابود کنه و تو بهش این اجازه رو میدی و هیچ اشکالی نداره. یعنی اینجوری نیستش که الان من مثلا رفتم بالا منبر مثلا دارم همینا رو توضیح میدم، مثلا انگار من همه چی رو میدونم بعد بخوام اینو بقیه‌ات بدم. نه، من همه این چیزایی که دارم میگم و از پادکست هایی که شنیدم، از کتابی که خوندم و چقدر تو این راه یه سری از افراد به من کمک کردن و من همیشه هم تو ویدیوهام، همیشه تو استوریام معرفیشون میکنم. حسین اورای عزیز که من پادکست این نقطه رو ازش گوش دادم و همیشه معرفیش میکنم و حتما لینک پادکستش رو میذارم. و آنوشای عزیز که هم پادکستش و هم پیجش چقدر به من کمک کرد و من همه لینک ها رو میذارم توی زیرنویس این ویدیو. برای همینی که همیشه میگم حواستون باشه به کی دارید گوش میدید. توی اینستا، توی یوتیوب کیا رو دنبال میکنید؟ انرژیتون رو دارید کجا مصرف میکنید؟ حواستون باشه. نمیخوام به کسی توهین کنم، ولی یه لحظه شاید این ویدیو یه ذره از بحث خارج شده باشه، هیچ اشکالی نداره، اصلا برام مهم نیستش، اینو باید بهتون بگم. داشتم امروز فکر میکردم که راجع به چی صحبت کنم، چون تایم داشتم میخواستم ویدیو بگیرم براتون و اینجوری بودم که واقعا موضوعاتی که توی یوتیوب ویو میگیره و دنبالش میکنن مردم، واقعا تاسف میخورم تو یوتیوب ایران. یعنی محتوای اینستا مثلا که واقعا تاکسیک شده، اصلا هیچی، 80-90% واقعا تاکسیکه، یعنی ویدیوهای مسخره و بی ارزش و اصلا محتوای نامفهوم و چرت و پرت. یوتیوب خیلی فضاش سالم تر بود که جدیدن باز محتوای چرت و پرت داره توش زیاد میشه و خیلی‌ها بهم گفتن که خب ملنا مثلا اگه می‌خوای دیده بشی، می‌خوای اگه ویو بگیری فلان، بعد راجع به این درست کنی، بعد اینجوری صحبت کنی، بعد راجع به این اینجوری که نمی‌خوام، like I don't care like to be honest. یعنی واقعا بخوام باهاتون رک و رو راست باشم، خب بعضی وقتا یکم مثلا خب ناراحت میشم، چون بالاخره کار من اینه، تولید محتوا کردن کار منه و میبینم که شاید به اندازه کافی سابسکرایبرام بالا نیست یا ویو نمیگیرم، خب معلومه ناراحت میشم. اگه بگم اصلا برام مهم نیست، دروغ گفتم. ولی خب وقتی به این برمیگردم که من ترجیح میدم که یه محتوایی درست کنم که حتی به یک نفرم شده کمک کنه، نه اینکه حالا صرفا یکی بخواد بخنده مثلا بره. اوکی، نه اینکه نخوام کسی رو شاد کنم، قطعا شاد کردن بقیه و ویدیوهای فان هم چیز جالبیه، اما چقدر ویدیوهای فان،
تو وقتی رابطه تو به خودت درست میکنی و رو خودت کار میکنی، یه چیزو ریشه حل میکنی. ولی وقتی یه ویدیوی مثلا فان چرت و پرت 20 دقیقه‌ای با موضوعات نامفهوم تو یوتیوب میبینی، اون لحظه شاید بخندی سرگرمت کنه، ولی بعدش بالاخره اون گوشی رو خاموش میکنی، میذاری کنار، برمیگردی به زندگی واقعی. چیزی عوض شد؟ نه. فقط 20 دقیقه از زمان تو، تا 20 دقیقه کم گفتم، پشت سر هم ویدیو میبینیم و همینجوری ساعت‌ها از زندگیمون میگذره و اون چیزی که باید ریشه حل کنیم و حل نکردیم. من خودم اسکرول کردن و اینستا رو گشتن و مقایسه کردن که چقدر اعتماد به نفس منو داغون میکرد، از یکی از عادت‌های اصلی من شده بود و با کنار گذاشتن این عادت که اسکرول نکنم، هی ویدیوی بعدی و ساعت‌ها نرم بگردم و پیجای مختلف و اینا نگردم، این یکی از بزرگترین قدمایی بود که من تو راه پیشرفتم برداشتم. میدونم خیلی دارم پخش و پلا میگم نکاتو، ولی دیگه فکر کنم کسی که تو کانال من اصلا میدونن دیگه، ویدیو میادش و اینا، میشنم با تون چیل صحبت میکنم همینجوری خودمونی. همینجای ویدیو بهتون بگم نظر، انتقاد، پیشنهاد، سوال، هر چیزی دارید تو کامنت ها بگید، به هم دیگه کمک کنیم. اگه منابع خفن میشناسید، اگه کتاب خوبی که خوندید، اگه پادکست خوبی که گوش دادید، هرچی که هستش معرفی کنید، به هم کمک کنیم. خیلی هم خوشحال میشم و خیلی هم برام ارزش داره. یکی دیگه از چیزایی که خب خیلی کمک هم کرد، اصلا کل زندگی من عوض کرد، خب تغییر سبک زندگیم بود، تغییر لایف استایل و عادتام بودش. من خب تا 3-4 صبح بیدار بودم و همین با گوشی برمی رفتم و فیلم می دیدم و بعد خب بعضی وقت هلهوله مثلا می خوردم و به اصطلاح و ورزشم نمی کردم، مثلا من علاقه به ورزش نداشتم مثلا دوران مثلا نوجوانیم و خب معلومه همه اینا تاثیر می ذاره رو مودم، رو اعتماد به نفسم، چون بعضی وقت این شکلی هم که خب من چیزی ندارم که بخوام بابتش مثلا به خودم مفتخر باشم و اعتماد به نفس بخوام داشته باشم. و تغییر لایف استایلی که ورزش رو وارد زندگیم کنم، به خودم بذاره بیشتر برسم، هم ظاهری هم باطنی، کتاب بیشتر بخونم، پادکست گوش کنم و میدونید مراقب خودم باشم، اینا چیزی هستش که تو از درونی میای، اون عشق به خود، اون رابطه خود با خودتو بهتر میکنی. یه چیزی نیستش مثل میکاپ باشه یه لحظه آرایش کنی و بگی اوه من چقدر خوشگل شدم و بعد که میکاپ پاک کنی دوباره حس زشتی کنی. ولی وقتی میای ریشه‌ای رابطه خودتو با خودت حل میکنی، کسی نمیتونی ازت بگیره، چون درون توه، اون اعتماده درون توه، عشق درون توه، یه بخشی از توه. خواسته که این بحث طولانی، یعنی من تا شب میتونم همینجا بشینم باهاتون صحبت کنم و چقدرم دوست دارم که راجع به این قضیه باهاتون صحبت کنم، چقدر دوست دارم حالت پادکست بشینیم با هم دیگه راجعش صحبت بکنیم. ولی بهم بگید اگه دوست دارید که بیشتر وارد جزئیات بشیم، یعنی بخوام نکات بیشتری راجع به این قضیه بگم و براتون بیشتر تعریف کنم و از تجربه خودم و بقیه افراد بگم، بهم بگید، چون خیلی خوشحال میشم راجبش ویدیو درست کنم، خیلی خیلی خوشحال میشم. خواسته این که مرسی که ویدیومو دیدید، خیلی خیلی ممنون میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید و برام کامنت بذارید و اون زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم متوجه بشید. خیلی خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعدی، بای.